سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی سیمای آزادی. چند خبر اعتراضی رو تقدیم حضورتون میکنم. کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای چندمین روز در اعتراض به بلا تکلیفی مالکیت و تولید و پرداخت نشدن مطالبات خود در برابر استانداری رژیم در اهواز تجمع کردند. جمعی از مردم بندر ماهشهر برای چندمین بار در اعتراض به طرح تجزیه این شهر و تقسیمات تحمیلی استانداری خوزستان تجمع کردند. تجمع کنندگان علیه علی گلمرادی عضو مجلس ارتجاع از این شهر شعار می‌دادند: گلمرادی حیا کن، ماهشهر را رها کن، و ماهشهری با غیرت، حمایت حمایت. تانکرهای حمل سیمان در کرج به اعتصاب خودشان همچنان ادامه دادند و هر ساعت نیز بر تعداد آنها افزوده میشد. این رانندگان خواهان افزایش کرایه و دستمزد و پرداخت سایر مطالباتشان هستند. 1397 اعتصاب تانکرهای حمل سیمان کرج پل فردوس سرحد آرا همینجورم داره به تعدادشون اضافه میشه. قرارشون ساعت دو بعد از ظهر تا هفت اعتصاب همچنان ادامه داره. دسته ای از کولبران کرد در مرز کیلشین به کمین مزدوران مسلح رژیم آخوندی افتادند که در نتیجه تیراندازی این نیروها دو کولبر زخمی شدند. همچنین یک کولبر پیرانشهری به اسم اسعد حسنزاده، معروف به اسعد سور، جانش را از دست داد. نیروهای جنایتکار انتظامی پس از کشتن اسعد حسنزاده، پیکر بیجانش را با علف و خاشاک بیابان پوشانده و رها کرده بودند که توسط مردم پیدا شده و به داخل شهر انتقال داده شد. رحمان راهپیمایی فرمایشی و دجالگرانه روز قدس رژیم آخوندی با بایکوت و طرد گسترده اجتماعی مواجه شد و حتی به رغم دستور خامنه ای و بسیج تبلیغی دیوانوار کارگزاران رژیم، اما کسادی این نمایش به مضحکه خاص و عام تبدیل شد. برخی تصاویری را که به دست ما رسیده ملاحظه کنید. برای خودشون جا گذاشتن. بله که گوشیبای رشت پر از خانی اینم راه به ماهی پرشور مردم اصفهان. سه چهار تا دونه فقط پیرزن و پیرمرد اومدن.